سلام به به، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی ها به من پیام دادن و گفتن امیر حسین، هدف از ساخت این برنامه چیه؟ ببینید دوستان، در این اوضاع سختی که داریم سپری میکنیم، با وجود همه مشکلاتی که هست و همه اعصاب خردی ها و به هر حال تلخی هایی که این روزگار داره، برنامه ما سعی میکنه که یک روب ده دقیقه حالا هر چقدر در توان اون باشه اعصاب شما رو خردتر کنه. یادتون بیاد که چه مشکلاتی دارید. دلیل لبخند امروز صبح من، دلیل حال خوبم حتی تو زور گرمی، نه اینه 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 انرژی داره، کلی سوژه داره، امشب با خونواده جمعیم پیش هم، وقت تلف میکنیم همه با هم با نیمه شب، وقت تلف میکنیم همه با هم با نیمه شب. یک ویدیوی اومده از یکی از جلسات مدیران شهرداری که یکی از مدیران دارن توی سیستم کامپیوترشون ورق بازی میکنن. مهمت بزنن، من فکر کنم هم یک درآمد خوبی برای خود دولت هست. آقا من اصلا کاری ندارم وسط جلسه، حالا احساس نیاز کردی، به هر حال انسان به بازی احتیاج داره، داری بازی میکنی، حوصله‌ات سر رفته یا هر چیزی، تصمیمت اینه که وسط یک جلسه مهم بازی کنی، من اصلا این به من ربطی نداره. چرا سه رو نمیذاری زیر چهار؟ سه مشکی رو برده بذار زیر چهار قرمز، چهار قرمز رو بکش بنده سیر دونه پنج مشکی، بعد اون صدای میاد کم کم میبری دیگه. بابا ناسلامتی مدیر هستی، سر نمیشه یک شهر دست شماست، یه دونه سه رو نمیتونی بذار زیر چهار، استعفا بده بره دیگه. اصلا با آدم خودم بازی هم میکنی، درست بازی کن دیگه. در هفته‌ای که گذشت مراسم رونمایی از کاپ جام جهانی در کشور عزیزمون برگزار شد و نمایندگان فیفا به علت بی‌نظمی کاپو برداشتن، به خودشون بردن، ترسیدن. ظاهرا در یک جایی از مراسم آقای خیابانی او تصمیم می‌گیرن بگن همه بیان بالا و همه میان بالا و همه هم صدا می‌کنن اصغر بیا، اصغر تو هم با تیمت بیا، خواهشید بیاید همه بالا، و همه میان بالا و شروع میکنن عکس گرفتن. اینقدر شلوغه که یه سری ها عکس دارن میگیرن و کاپ جام جهانی توش نیست. خب این عکس رو برو تو پارک بگیر، برو دم خونتون بگیر، برای چی باید رو سن داری میگیری؟ بعد از مراسم آقای خیابانی گفتن که دنبال مقصر میگه خاک بر سر من، من مقصر، خاک بر سر من. چه انتظاری غیر از این داشته؟ خودشون هم بعد از مراسم گفتن که فیفا این اتفاقات رو به حساب مثلا بی‌نظمی ما نذاره، به حساب شور و هیجان ما بذاره. ما که نمی‌دونیم فیفا به حساب چی میذاره، چیزی که داره می‌بینه خب بی‌نظمیه دیگه، نمی‌تونه به حساب شور و هیجان. فیفا شما رو نمی‌شناسه اونقدر، دفترچه راهنماییشون خوب مطالعه نکرده فیفا، من معذرت می‌خوام. یه صحبتی من می‌خوام بکنم با نمایندگان فیفا، با بچه‌های فیفا و هر کسی که اونجا هست. اینها نمایندگان ما نیستن، مردم ما این شکلی نیستن. The street Java does not represent us. We are good people. به خدا. سردار هادیانفر رئیس پلیس راهنمای رانندگی گفتن که اگر پیامک جریمه برای شما ارسال نمی شود، مشکل از گوشی شماست. نه خیر، مشکل از سیستم شماست، برای ما صبح داره اسمس میاد. در هفته ای که گذشت آقای سامان رضازاده، ملقب به سامان ویلسون، از رپ‌کن‌های نسبتا معروف ایرانی یه صحبت هایی کردن در حمایت از ایوانات، نمیدونم در حمایت از اینکه افتابی، نمیدونم در حمایت از چی، ولی یه صحبتی کردن که ما ارتباط مستقیم تصویری گرفتیم با خود ایشون که ازشون بپرسیم قضیه چی بوده. الو سامان، خودتی؟ بله. سامان جان ببخشید، شما صبحونه چی میخوری؟ کنفلکس میخورم، شیر میخورم بدون لاکتوز البته.
سامان جان شما ماهی های توی تنگ رو چجوری میخوری که به حیوانات آسیبی نرسه؟ درسته قورت میدم که اصلا اون نفهمه چجوری مرد که یه وقت ضربه‌ای به حیوانات زده نشه. به هر حال من خیلی طرفدار حقوق حیواناتم و نمیخوام حتی یک لحظه تو زندگی هیچ حیوانی هیچ مشکلی پیش بیاد. سامان ممنونم از دل مهربونت، دمت گرم. میدونم که از کنار گاوداری ها زیاد رد میشی، به ما بگو که از کنار گاوداری که رد میشی یاد چی میفتی؟ یاد خودمون میفتم، میگم ما چقدر گاویم که اینا اینجا دارن سلاخی میشن و ما پشت ماشین کره‌ای داریم میریم به سمت خرید ماشین ژاپنی. سامان به عنوان سوال نهایی، چرا توی خونه عینک دودی میزنی؟ علت خاصی داره آیا؟ به خاطر اینکه لامپی که تو خونه استفاده میشه اینا هیدروژنه، لامپی که توی غیر از خونه استفاده میشه اینا هیدروژنه. وقتی که هیدروژن با هیدروژن کمباین میشه یه نوری رو به شما میرسونه که برای چشمتون ضرر داره و دراز مدت نه کوتاه مدت. اگه میخواین که تلویزیون نگاه کنین و بتونین شل کنین و بشینین هرچی که دوست دارین نگاه کنین، بهتره تو خونه عینک بزنین. اوه یا عمرفز هیدروژن راست میگه، الان هیدروژن با هیدروژن قاطی میشه. بذار من ماسکم بزنم چون ممکنه اکسیژنم با اکسیژن قاطی بشه، هر لحظه برای هممون بد بشه. وای نیتروژن با نایتروژن قاطی نشه. داره که بی سواد. هر سال بیش از 120 نفر به دلیل هیجانات ناشی از فوتبال جان خود را از دست می‌دهند. خوب میزنه اما برای ما خیلی بده، خیلی تلخ. یک سریال تلخ اما خنده‌دار. من بین همه ی سریال‌های دنیا حالا دیگه فقط نیو کمپ رو انتخاب میکنم. به قول اسپانیایی ها کمپ نو. کاری از منوچهر هادی. درست نیو کمپ استادیومه ولی الان سریاله. خبرگزاری صدا و سیما تیتر زدن که حشرات خوراکی جایگزین مناسبی برای منابع پروتئینی. این مسیر برای من 0 تا 100ش مشخصه. ما شروع میکنیم اول به حشره خوردن، بعد حشره گرون میشه، بعد یکی از مسئولین میاد صحبت میکنه میگه که مردم حشره را بیشتر از کیلویی مثلا 45000 تومان نخرن، بعد دوباره مردم میرن میخرن، دوباره گرون میشه، دوباره ما شروع میکنیم حشرات منجمد برزیلی وارد کردن، ملخ تنظیم بازاری بیاد توی بازار، بعد کم کم بعد بریم صف وایسیم با کارت ملی بریم مثلا دونه 4 تا سوس میدن که مصرف کنیم. بعد علی کریمی میاد پست میذاره میگه که یه مدت اگه حشره نخوریم حشرات میگندن توی فاضلاب ها. سجاد افشاری میگه که کافیه سه شنبه تا پنج شنبه مثلا نخریم تا ارزون بشه. نمیخوایم آقا، ما همون اصلا نخواستیم، بلش کن، ما منبع پروتئینی، ما هم یعنی گوشت نمیخوریم و حداقل گوشت گوسفند و گاو نمیخوریم، نمیخوایم گوشت حشره نخوریم، بلش کن. بعد از انتخابات فدراسیون فوتبال برنامه فوتبال برتر پخش شده که خیلی هم از نتیجه انگار ناراضی بودن از نتیجه انتخابات، و در یک قسمتی از برنامه آقای میساقی مجری برنامه میاد حرفی بزنه. مهمون برنامه که عضو علالبدر و اینا هست با چشمک خیلی ریز ببین که کسی متوجه بشه یه اشاره‌ای به آقای میساقی میکنه که متاسفانه حالا در اون لحظه دوربین شکار میکنه قضیه رو و همه ملت ایران تمام 80 میلیون نفر این چشمک رو دیدن و متوجه شدن که قرار بود فقط خود میساقی ببینه. با هم لحظات هماهنگی قبل از برنامه رو ببینیم. بچه ها نزدیک ضبطی ما، ایشون آماده است؟ یه لحظه
آقا شما آماده ای؟ آخ آخ حواسم نبود یه لحظه. نه اشکال نداره پیش میاد. خب شما یه علامت بدی من دکتر رو گرفتم دیگه. آها ببین مثلا اینجوری چطوره؟ دارم مثلا یه سوال شما میکنی من دفعه دکتر دیدن آقا. آنتن زنده است. این چطوره؟ این مثلا این دفعه بشکن. نه آقا عروسی که نیست که. اینجوری چطوره؟ نه نه یه دفعه است. چیز دیگه چی داری؟ آها ببین اینو من از بچگی توش خوب بود. خب میتونم با زیر بغلم صدا در بیارم. یه چیز ساده چشمک میتونی بزنی؟ چشمک بزن. ریستر ببینی اصلا یه جوری چشمک میزنم بگیر من خودت هیچ کی نه اولا که ببینید من از نظر اخلاقی قضیه بخوام آیت یه نکته بگم من بهتون معاون وزیر سمت گفتن که ایران جز برترین کشورها در طراحی خودرو در آسیاست. بعد یه ده حسود و بخیل و اصلا آدمی که آدم چندشش میشه در موردش حرف زنه اومدن گفتن که نه با کره ژاپن فلان با بس کنید دیگه چقدر آخه شما به همه چیز خورده میگیرید. گفت ما جز برترین های آسیا چند تا کشور داره؟ 48 تا. خب ما جز 48 کشور برتر آسیا در طراحی خودرو هستیم دیگه. تازه تو مثلا بوتان و نمیدونم برمه و تیمور شرقی و بنگلادش و اینا هم حذف کنی راحت جز 30 تای اول هستین که چقدر شما آخه به همه چی ایراد بگیرید. همین الان اتفاقا یه ویدیوی با هم دیگه ببینیم از یکی از برترین کشورها در طراحی خودرو در آسیا که یه ذره آروم شیم. نکته خیلی قابل توجهی بود شما اینجا رو دقت کنید. این من نمیدونم داستانش از چه قراره. این نکته ای که گفتم باهاتون به اشتراک بذارم. وزیر محترم ارشاد گفتن که از کلمه ممنوع تصویر استفاده نکنین. کلمه خشنیه، اندازش به فعلش نمیخوره. منم واقعا موافقم. به نظرم کلمه ممنوع تصویر کلمه بسیار خشنیه و به نظرم باید دنبال یک واژه جایگزین براش بیاد. به نظر من مثلا به جای اینکه بگیم ممنوع تصویر شده مثلا بگیم دکمهشو زدیم. این نظر خیلی قشنگ تره. مثلا فلانی به مدت 2 سال دکمهشو زدیم. مثلا به جای توقیف هم نظرم کلمه خشه. به جای توقیف مثلا بگیم فلان فیلم توقیف شد بگیم مثلا دکمهشو زدیم اونم باز. مثلا فلان فیلمو دکمهشو زدیم. کلا مثلا دکمهشو زدیم هم اندازش به فعلش میخوره. خیلی خیلی درسته به نظر من. حالا من البته نظر خودم میام. خواهش می‌کنم دکمه ما رو نده. من یه مجری خیلی ساده ام اینجا که دکمم نخوره به نفع هممونه. حتی بیشتر به نفع منه. ولی تو رو خدا. جناب شهردار جهرم یه عکس از خودش رو منتشر کرده مدیریتی. آدم میبینه میگه عجب مدیر. یعنی سیس رو میبینی میگی جانم به این مدیر. شهرداری اصلا میباره از بر و روی این عکس. باری کلا. یه باگ کوچولو فقط داشته. رئیس هیئت فوتبال استان یزد گفتن که طرز دویدن دخترها روی چمن جوریه که وقتی میدوئن چمن کچلی میگیره. ببینید دخترها نحوه دویدنشون روی چمن و فوتسال فرق میکنه. ما اگر امروز نتونیم بگیم دختر چگونه گام برداره روی زمین چمن خراب میشه آقای زارعیان. مثل که خراب شد. او تو دیگه چقدر ضد زنی. یعنی مثلا ما یه ضد زن معمولی داریم مثلا اینجا تو اینجایی اصلا. خیلی این چیز یعنی تیم مثلا منتخب ضد زنها در جهان موقعی که دارن بازی میکنن اگر گل بزنن پیرنشون رو بدن بالا زیرش عکس تو اینقدر تو ضد زنی. خنده نداره من بایدیم زشت و زننده است. یک کوهنورد ژاپنی در ارتفاع 3800 متری یه دونه پیتزا سفارش داده و متاسفانه این ژاپنیای غیر حرفه‌ای و کم تجربه براش پیتزا رو براش بردن. آقا این تو خطر بوده پیتزا سفارش داده. یه خرس چیزی دیده خاصه غیر مستقیم مثلا خبر بده و اینا زنگ زده پیتزا سفارش داده. اینم شما نمیدونی؟
به خبری که همکنون به دست من رسید توجه کنید، شاید بگم مهمترین خبر این هفته و شاید حتی تکلیف مهمترین خبر امسان رو هم از الان مشخص کردن. سرکار خانم مریم امیرجلالی استوری گذاشتن و نوشتن که من عادت به مفخوری ندارم مثل بعضیا، و بعد عکس فیش واریزی 900 هزار تومانیشون هم منتشر کردن. ظاهرا ایشون با رفیقاشون رفتن بیرون یا هر جایی دنگشون رو دادن. درود بر شرفت. چقدر واقعا یه نفر میتونه با شعور و با شخصیت باشه که دنگشو بده و عادت به مفخوری نداشته باشه؟ یاد بگیرن بچه‌ای که اینجا یاد بگیرن. آقا محسن دنگتو نمیدی همیشه. حمید آقا، علی آقا، اینجا برای خودت همیشه میچری میخوری. از خانم امیرجلالی یاد بگیر. آفرین خانم امیر، باری کرد. عجب. خب این قسمت از نیمه شب هم متاسفانه به پایان رسید. در پایان این قسمت میخوام یه صحبتی بکنم با اون عزیزان و بزرگوارانی که متاسفانه برنامه نیمه شب رو نه در فیلمو بلکه به صورت غیرقانونی میبینن. خواهر من، برادر عزیزم، دنبالتم، مطمئن باش میام بالا سرت، پیدات میکنم، هر کجای این کره خاکی که باشی میگیرم مچ تو و به بابات میگم که داری این کار رو بکنی. مراقب خودتون باشید، منتظرم باشید. خداحافظ. دلیل لبخند امروز صبح من، دلیل حال خوبم حتی تو زور گرم، اینه 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 انرژی داره، کلی سوژه داره، امشب با خونواده جمعیم پیش هم، وقت تلف میکنیم همه با هم با نیمه شب، وقت تلف میکنیم همه با هم با نیمه شب.